میزبان مهمان عزیز از طریق اسکایپ هستم، جناب اجمل دانش، یکی از فعالان مدنی، و در مورد سهمیه جوانان در حکومت صحبت میکنه. حکومتی که بعد از مدت‌ها به یک حکومت واحد ما دسترسی پیدا کردیم و نیاز هست که فعلا جوانای ما هم باید در این باره معلومات داشته باشند که چقدر سهم داره، در کدام بخش‌ها و کرسی‌ها حق دارند که با افکار نو و جدیدشان بتونه یک حکومت خوب و یک پیشرفت خوب را بر افغانستان رقم بزنه. سلام و صبحتان بخیر جناب دانش، انشالله که خوب و صحتمند و جور باشین. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما گردنده موفق تلویزیونی تلویزیون یک ما رو تماشا میکنند. امیدوار هستم که تمام هموطنان ما از گزند ویروس کرونا در حفظ و امان پروردگار باشند. الهی آمین، تشکر از شما همچنان. در اول اگر صحبت کنیم که جوانای فعلی ما نظر به جوانای سابق چقدر تفکراتشان، علم و دانش و سطح تحصیلاتشان بالا رفته و چقدر مستحق ای است که به کرسی های دولت بنشینه و از تفکرات و ایده های نو که دارن استفاده کنند. خب بعد از اینکه رژیم سیاسی طالبان در سال 2001 سقوط میکنه، دولت های خارج خصوصا کشورهای غربی به شمول ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی در افغانستان نیرو میفرستند و یک صفحه جدید در تاریخ افغانستان باز میشود که ما شاهد دانشگاه های بسیار زیاد میباشیم، مکاتب بسیار زیاد میباشیم، نهادهای اجتماعی، نهادهای فرهنگی بسیار زیاد در عرصه جوانان میباشیم و این خود یک گام مثبت و یک اقدام بسیار نیک بود که جوانان ما توانستند با توجه به استعدادهای نهفته که در درونشان بود، اینا توانستند در بسیاری از مجامع علمی که ما همواره از طریق رسانه های تصویری و رسانه های چاپی میشنویم و میخوانیم که اینا در کشور هندوستان، در کشور ترکیه و چند پیش هم در ایالات متحده آمریکا، افغانان ما در بسیاری از مجامع علمی توانسته بودند با توجه به استعدادی که داشتند نام نیک برای افغانستان کمایی کنند. البته یک موضوع رو میخوام یادآوری کنم که افغانستان یکی از جوانترین کشورها در سطح جهان هست که بالاتر از 60% نفوذ زیر جوانان تشکیل میدهند، اما متاسفانه در نهادهای اداری و نهادهای ملکی افغانستان از نیروی از اینها، از انرژی از اینها به شکلی که باید استفاده میشد استفاده نشده است. ما میبینیم که اگر در 40 سال پسین اگر شما یک مرور کوتاه داشته باشیم، در زمان روسها، در زمان جنگ های داخلی، در زمان طالبان و فعلا هم بیشترین قربانی را که میپردازن جوانان هستند، چی در صفوف نیروهای امنیتی هستند و چی هم در نهادهای دیگر اینا کار میکنن. حالا که قرار است دولت جدید شکل بگیره، امیدوار هستیم که دولت جدید نقش سازنده را که در جریان کمپاین های انتخاباتی تمام کاندیدان انتخاباتی شعار داده بودند او را به عمل تبدیل کنن و ما شاهد از این باشیم که جوانان به شکل برجسته در نهادهای دولتی سهم داشته باشند. بسیار خوب. اما بسیار از جوانای ما جناب دانش با سطح و تحصیلات و درجه تحصیلی بسیار بالای زمانی که فارغ میشن، تنها دغدغه و مشکل اینا بیکاری هست و ای که جایی نتونن وظیفه ای پیدا کنند. حتی کرسی دولت خود شاید در ذهنهایشان هم خطور نکنن، به دلیل از اینکه اولین چیزی که در دفاتر دولتی اینا برخورد میکنن ای است که تجربه بسیار کاری بالا داشته باشه و همچنان کسی را باید بشناسی و هزار یک روابط دیگری که باید داشته باشه تا اینکه جوانای ما جذب شوند ای دفاتر دولتی. در این قسمت چی گفتنی دارین اگر با ما در میان بگذارید؟ خب متاسفانه در افغانستان امروز واسطه و نقش بسیار برجسته در قسمت تعیینات جوانان داره، هرچند دولت افغانستان همواره ادعای داشته که ما شایسته سالاری در نظر میگیریم و جوانان به اساس لیاقت، استعداد و توانایی که دارن ما اونا را جذب دولتی میکنیم، اما متاسفانه عملا قسمی که شما یادآوری کردین و تمام مردم افغانستان در جریان هستن چنین نیست. کسی که شناخت خوبتر داشت و روابط خوبتر داشت حق اولویت بر اونها داده می شود، هرچند بر اساس قانون اصلاحات اداری و خدمات ملکی یکی از ماده هاش می است که کسانی که دارای مدارک بلند علمی هستند تا سطح دکترا و ماستری حق اولویت بر اونها داده می شود،
اما متاسفانه باید عرض کنم که در افغانستان چنین نیست و هیچ مدرک تحصیلی مدار اعتبار نیست. البته کاملا ردم نمیکنم، شاید در بعضی از سطح ها باشه که مثلا جوانان به اساس استعدادشون برن، اما اکثریت کسانی که در دولت فعلا ایفای وظیفه دارن و هم میخواهند شامل وظیفه شون کسانی هستن که شناخت بلند در رده های بلند حکومتی دارن و هم به اساس رشوت و پولی که به بعضی از کمیشن کارانی که در ادارات دولتی در خصوص قسمت منابع بشری دارد کار میکنن که پول میگیرند و سوالات در اختیارشون قرار میتونن و هم پول میگیرند و به شکل امتحان از اونا را فوق العاده میگیرند و اونا را وارد چوکی های دولتی و هم بخش های از نظام میسازند. بدون شک جناب دانش، در قسم اگر صحبت کنید که زمانی که جوانایی که با تحصیلات عالی و ایده های نو وارد دولت میشه، وارد حکومت میشن و کار به گفته ما و شما به اهل کار سپرده میشه، چقدر در یک نظام، در یک حکومت تغییرات ایجاد میشه و این تغییرات مثبت را میتونه ما بسیار خوب ببینیم و برای کشور پیشرفت ایجاد کنیم؟ در این بار اگر صحبت کنید. خب جوانان منعیس یک نیروی که هم از لحاظ با توجه به اینکه تکنولوژی رشد و رشد بسیار سریع در افغانستان داشته است، امروز اکثریت جوانان با تکنولوژی معلوماتی با علوم جدیده که در رشته های مختلف هست آشنایی و بلدیت کامل دارند و اگر از استعدادهای از اینها به شکل درست استفاده شود، ما امیدوار هستیم که در آینده نه چندان دور یک افغانستان مترقی، یک افغانستان شکوفا داشته باشیم. اگر برعکس ما از این استعدادهایی که در جامعه ما وجود دارند به شکل درست استفاده نکنیم، من چند پیش هم یکی از ویدیوهایی که در صفحات فیسبوک دست به دست میشد احتمال داره که شاید شما هم بینندگان عزیزم دیده باشند که جوانی بودند که دو تا ماستری داشتند در میان معتادین مواد مخدر اونجا زندگی میکردند. وقتی که کاربری که رفته بودم برای مصاحبه کرده بود و جویای احوال ازش شده بود، علت از این روی آوردنش به مواد مخدر و پرسیده بود، خودش بسیار راحت به زبان انگلیسی و چندی زبان بین المللی دیگر صحبت میکرد. گفت که من وقتی بیکار شدم و تمام دروازه های دولتی را به خاطر پیدا کردن وظیفه تک تک زدم، برام جواب رد داده شد. من بالاخره یکگانه راهی که میتونستم از این مشکلات و از این جنجال هایی که برای من سر راهم خلق شده بود، من به مواد مخدر رو آوردم. این یکی از نمونه هایی هست. اگر دولت افغانستان نتوانه که به شکل درستش از نیروی جوان استفاده کنه، یک نمونه میتونه باشه. بیشتر ما با توجه به مشکلاتی که اقتصادی که دارن، به چقدر زحمت میرن، شبانه روز هم کار میکنن، هم درسشون رو میخوانن، بعد از اینکه علمی خود دست دارن و میخواین وظیفه شامل یک وظیفه خوبتر به اساس لیاقت و مدرک علمیشون شوند، اما متاسفانه جواب رد داده میشوند و این خودش در یک مزل بسیار بزرگ بر حکومت افغانستان خلق کنه. بدون شک و خاص جوانان هم هی است که زمانی که اینا قدر وقت میگذاره به خاطر تحصیلاتشان، به خاطر از اینکه بتونه مدارج علمیشان را بالا ببره و با علم جدید وارد کشور شوه و دوباره بتونه مصدر خدمت باشه، اما زمانی که با درهای بسته روبرو میشه، او زمان است که ناامید میشه. بدون شک سلامت باشین جناب دانش. اگر صحبت های اخیری داشته باشیم از شما، پیام داشته باشیم. خب نخست جا داره تشکر کنم شما که ما را از طریق اسکایپ در برنامه وصل کردین. یک خواست با از دولت افغانستان و سیاسیون افغانستان همی هست که اینا همون وعده هایی را که در جریان کمپاین انتخاباتی از رای جوانان استفاده کردن باید اون را تحقق ببخشند و در راستای از او که گفتن ما با جوانان یک وزارت میسازیم، متاسفانه تمام حرفایشان در قالب یک حرف باقی ماند و هیچگاه جامعه عمل نپوشید. ما امیدوار هستیم که دیگر اینا از حرفایی که بدون اساس باشه و از دروغ هایی که جوانان را امیدوار می سازد تا برای از کاندید محترم رای بریزن باید جلوگیری کنند و در صدد از این باشند که از نیروی جوان ما که همه روزه ما شاهد از این هستیم که به کشورهای غربی به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان و به خاطر پیدا کردن یک کار مناسب رهسپار کشورهای اروپایی می شوند، جلوگیری کنند و از نیروی آنها و از انرژی آنها به شکل درست و مؤثر در داخل خود کشور ما به خاطر بهبودی و دفاع اجتماعی مردم ما استفاده از زمین را انجام بدیم. بدون شک انشاءالله سلامت باشید، موفق باشید، خدا نگهدارتان. و حال هم وقفه بسیار کوتاه داریم، دوباره برگردین با ما همراه باشید.